که دیگه واقعا ناظر عاقلی وجود نداره که ندونه که در مقابل مشکلات دنیای امروز جمهوری اسلامی بیچاره است. و شاید بهتر از همه این رو خود دولت جمهوری اسلامی و اطلاعاتش بدونه، چون هر ابعاد مشکلات رو لمس میکنه. در چنین شرایطی خب اصلاح طلبا شروع کنن فهمیدن فرق بین صبر انسان واقعی و حضرت نوح. جوانهایی که مطلع هستن ولی گرسنه به اینجاشون میرن، دیگه چیزی جلودارشون نیست. و ساب آیله و ساب خرج که طبیعتاً محتاطه، اول نمی پیونده ولی یواش یواش اونم میبینه که آخرش چی؟ این نظام بیچاره. ببینید، اقل ایده خودم خدمتتون عرض کنم راجع به اینی که این مقطع تاریخی که درش قرار گرفتیم چیه؟ چجوری به وجود اومده؟ ما این نظام توتالیتر داریم، یعنی دیکتاتوری قائم به ایدئولوژیه. این نظام ها معمولا با یه انفجار مشارکت به وجود میان. اولش اصلا صحبت اصلاحات و اینا نیست، تقدس انقلاب همه چیز بعده میره بهشت و پشتیبانی 90% داره. در این فاز هرچه مشارکت بیشتر باشه مشروعیت بیشتره، برای همین میگن مردم در صحنه باشن. بعد میرسیم به پشتیبانی 40%، 50%، 60%، چون این ایدئولوژی رو هی نمیتونید دائم خرج کنید، بعد برای همه روشن بشه مسائل حل نمیشه. فرقش با یه دیکتاتوری عادی اینه که دیکتاتور عادی میتونه سیاستاش رو عوض کنه، سمتگیری بین‌المللیش هم عوض کنه، همه چیز رو عوض کنه، ولی نظام ایدئولوژی این مثل ورزش، مثل خونه رو با تمرینش کنه. تمرینش هم امروز باید کرد، در آرامش نسبی قبل از طوفان. وسط طوفان نمیشه دریا نورد یاد گرفت. مهم امروز اینه، سوال اصلی اینه، رهبران نیروهای مختلف سیاسی این جامعه انگارن نشون بدن بتونن با هم دیگه صحبت کنن. فقط همین نشون بدن امید کافی در اون بخشی از مردم که نگران آینده هستن و حاضر نیستن گامی بردارن برای اینکه واقعا گذر کنن از این فاجعه ای که ما در میانش قرار گرفتیم. همینجاست. امیدوارم که ظرف این دو روز بتونیم گام های خوبی برداریم در جهت اینکه چطوری این دیالوگ دموکراتیک بین نیروهای مختلف سیاسی میتونه برقرار بشه، ملموس، روشن، مردم میتونن ببینن این مهارت‌های پارلمانی ضمن کسب بشه. و ما خودمونم باید این فروتنی رو داشته باشیم وقتی میگیم نیروهای مختلف باید صحبت کنن، که خودمونم تنها جایی نیستیم که نشستیم راجع به این موضوع صحبت میکنم، دیگران هم هستن و دست دوست نزدیکی با اونها هم دراز کنیم با هم به اینجا برسیم که فعالینی که دارن گذشت میکنن، از خود گذشتگی میکنن، تو خیابون دارن میجنگن، اونها هم وصل بشن به نخبگان این کشور و به دیالوگ دموکراتیک بین نیروهای مختلف سیاسی این کشور پلورالیست. من اینجا عرضم تموم کنم. خواهش میکنم از عبدالله مقتدی عزیز به صحبت بعدی این پنل شروع کنم.
امیدی دیگه به آینده نداره. کسی حتی وعده های دروغین دیگه نمیده. همه از فاجعه صحبت میکنن و همه آینده شومی رو پیش بینی میکنن. خب در این وضع طبیعیه استراتژی واحدی هم برای برخورد به این مسائل در درون حاکمیت نیست و شکاف های خیلی زیادی هست. یه عده از کودتا صحبت میکنن، یه عده هنوز امیدی به رفرم دارن و به هر صورت دست و پایی دارن میزنن اون بالا، ولی ضعف و عجز حاکمیت از حل مسائل کاملا عیان برای مردم و همین به اونها تشویق میکنه مردم رو و بهشون امکان میده که خودشون کشور رو به دست میده. نکته‌ای که من می‌خوام به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها بهش اشاره بکنم و فکر می‌کنم از همه نکته‌های دیگه بایستی به ویژه مورد توجه این کنفرانس باشه بیشتر از بقیه، اینه که جنبش ما در ذات خودش چه دیماه و چه پیامدهای و تداوم بعدیش یک جنبش تکثرگرا بود. برخلاف جنبش سبز، جنبش دیماه 1396 جنبش تهران نشین ها نبود، جنبش تمام مردم ایران بود. اقشار مختلف و تنوعات مختلف درش هست، از مال باختگان شاید شروع شد یا وجه برجستش بود برای مدتی، کارگران حقوق نگرفته و بی حقوق ایران درش شاخص بودن، معلم ها همینطور، زن ها همینطور، طرفداران محیط زیست همینطور، بلوچ ها، کرد ها و اخیراً عرب های خوزستان همینطور. جنبشی که از دیماه شروع شد تمام این تنوع تکثر جامعه ایران رو در خودش نشون داد، به نمایش گذاشت. و اگر امروز دوست گرامی آقای دکتر شهریار آهی به درست از دیالوگ صحبت میکنن برای رسیدن به دموکراسی و برای رسیدن به یک راه حل، به نظر من اون راه حل نمیتونه این تکثر و تنوع واقعی جامعه ایران رو به رسمیت نشناسه و به احترام نگذاره. این رنگین کمان متنوعی که تو ایران خودش رو نشون داد به نظر من بایستی نقطه شروع کار این کنفرانس و همه نیروها و شخصیتهایی باشه که واقعا از ته دل برای دموکراسی ایران در ایران دل می‌سوزند. یکی از حربه های روانی که رژیم جمهوری اسلامی با اون کنه مردم رو بترسونه از تحول در ایران، از یک انقلاب جدید، از یک تحول جدید، از یک جدید به ترسونه، پانیکیه که در مورد سوریه‌ای شدن ایران بهش سعی میکنه دامن بزنه و اصلاح طلبا که تمام این سالهای اخیر نقش ضربگیر جمهوری اسلامی رو بازی کردن دقیقا در اینجا هم دارن نقش بازی میکنن. پس یه عکسه، اینطور نیست که اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بره ایران سوریه میشه، اگر نره ایران سوریه میشه. و اصلا مشکل همینه، هر روزی که به عمر جمهوری اسلامی اضافه میشه روزی است که فاجعه برای ایران نزدیکتر میشه. و بنابراین اتفاقا راه گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی و تحول در نظام سیاسی کشور سالمترین و صحیحترین راهیه که برای ایران به نظر من وجود داره و مطمئنن مردم خواهند تونست مسائلشون رو در فردای دموکراسی با هم حل بکنن. دوست دارم در آخر صحبتان دو سه دقیقه این رو بگم که یکی از مسائلی که معمولا توی این چه در داخل اپوزیسیون و چه با پانیک سازی که میگن ما معمولا باش روبرو هستیم، هراس افکنی است که در مورد ملی ایران
ایران یا گروه های اتنیکی ایران قدمی میتونه بکنه حکومت رو، بخش های مختلف جنبش با تاکتیک های مختلف، تنوع تاکتیکی بتونه کار بکنه تا برسه به اون آپارکات نهایی، ضربه نهایی که در واقع حکومت رو بخواب نیستن. بنابراین محور دوم برنامه ریزیه و محور سوم حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت. در سوریه چیزی که خیلی دوست داره مردم رو بترسونه و بگه اگه من دست بخورم میشه سوریه میشه لیبی، دست کم از منظر مبارزات مدنی دو تا اشکال اساسی در سوریه بود. یکی اینکه مخالفین یاد نگرفته بودن با هم حرف بزنن، مشکلاتشون رو دستبندی کنن. وقتی طوفان شروع شد تازه در استانبول جمع شدن و متدی نداشتن با هم دیگه کار کنن. سه تا جلسه گذاشتن، من با بعضیشون ارتباط داشتم، نمیتونستن موضوعات ریز و درشت رو ریختن وسط، نتونستن جمع شدن. مشکل دوم تصور مبارزین این بود که میرن توی خیابون به سبک قاهره یا تونس، هفته تظاهرات میکنن، بشار اسد میره، سه هفته تموم شد بشار اسد نرفت، بعد دیگه نمیدونستن میخوان چیکار کنن. سه دسته شدن مبارزین سوری، یه دسته ناامید شدن، یه دسته کماکان برفتن تو خیابون ادامه دادن، به شدت سرکوب شدن. دسته سوم اشتباه بزرگ رو کردن، رفتن اسلحه دست گرفتن، دست به خشونت ورزی زدن. هر چقدر دومی ها بیشتر سرکوب می شدن، سومی ها امکان به اصطلاح بکبن تئوری که بیشتری فکر می کردن دارن، وارد مسیری شدن که تا الان ندارن. بنابراین خیلی اوقات در جنبش پیش میاد که فشار حکومت بالا میره، مبارزین مخالفین گرایش و تندنسی خشونت ورزی پیدا میکنه. اینجا اونجاییست که اون اتحاد مخالفین، اون مدیریت گذار باید یکی از دشوارترین کارهاست، باید بتونه کنترل کنه و مقاومت مدنی رو بر اساس مشارکت حداکثری مردم به پیش بره. موضوع چهارو برای تحقق این سه اصل بالا، اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت، به مدیریتی نیازه که این مدیریت باید در مدل ایران دست کم، شرایط فعلی جامعه ایران باید متشکل از افراد با تنوع موجود در جامعه ایران باشه که این مدیریت به که اگر از عطار نیشابوری بخوایم قرآنیم، یه دونه سیمرغ فکر نکنیم میتونه بیاد همه کارا رو حل بکنه. سی تا مرغ رو هم دیگه میشه سیمرغ. این سخت به منتقل کردن این مدل. البته در مبارزات مدنی دنیا انواعش رو داشتیم، رهبران کاریزماتیک داشتیم، رهبران اتحادیه‌های کارگری داشتیم، اتحادیه دانشجویی گاهی در رهبری قرار گرفته، گاهی مثل دانمارک اصلا اون رهبری و مدیریت مخفی بوده تا آخر مبارزه. ولی به گمان من در ایران با وضعیتی که هست، فکر اون شعر فروغ فرهاد که خواب دیدم کسی خواهد آمد، اینها رو بعد به مردم منتقل کرد، کنار بگذارم، کسی نخواهد آمد، کسی نیست جز خود مردم. برای اینکه کار ما میخوایم گذار کنیم به دموکراسی و ساختار جامعه به گونه ایست که امکان این که فکر کنیم یک فرد، یک گروه، یک جریان، یک ایده میتونه همه رو راه ببره رو کنار بگذاریم، بپذیریم تکثر رو، تنوع رو، در عوض مدل کار کردن با همدیگر رو این مدیریت اگر تمرین بکنه انجام بده، اون وقت این مدیریت که در واقع فاصله دو نقطه رو میخواد مدیریت کنه، گذار رو با حداقل خسارت و حداکثر راندمان به پیش ببره، باید سه تا شرط رو داشته باشه. اول دورنمای آینده رو باید بتونه درست برای مردم ترسیم کنه. هیچ ملتی دوست نداره پاشو در جایی بذاره که تاریکه، به خصوص ملت ما که در یه منطقه پرآشوب هم زندگی میکنه. بنابراین یک مدل همکاری، گفتگوی دموکراتیک، دموکراسی آینده، این دورنمای آینده است. دو، راه رسیدن به اون
ایدئال رو، اون مدل رو که همون برنامه ریزی جنبشه باید بتواند به مردم ارائه کنه، باید باور عمومی بشه که با این راه میشه به پیروزی رسید. و نکته سوم این که بتواند بین بخش‌های مختلف جنبش که آقای دکتر مهتدی به درستی برشمردن تعدادی از اینها، هماهنگی ایجاد کنه و بین این جامعه ایرانی مبارز و جامعه بین‌المللی هماهنگی ایجاد بکنه و مبارزات رو بر اساس سه ستون در واقع مبارزات مدنی به درستی پیش ببره و در اندل اختزا اونجاهایی که ریزش از حکومت رو داره سازمان میده بتونه جذب کنه به جنبش. من عرضم رو اینجا تموم میکنم و مطمئنن فقط از منظر مبارزات مدنی سعی کردم مدیریت گذار رو نگاه بکنم. تا اونجا که میدونم دوست عزیز ما دکتر رامین احمدی هم از منظر برنامه‌ریزی استراتژیک به موضوع نگاه کرده، ولی مسئله مدیریت گذار از منظرهای دیگه هم باید بررسی بشه که البته موضوع دوستان دیگه و پنل های دیگه. صدا از اینجا خوب پخش نمیشه به طور مستقیم، ضعیفه، باید نزدیکتر بگیر. ممنون آقای احمد رفعت، به مثل همون مردی برای همه فصل ها رامین پرخام عزیز، دوستان با سلام و تشکر از همه شما و به ویژه از احمد رفعت که واقعا زحمت بسیار زیادی در این مدت کشیده و همچنین دوست عزیز ما فریدون که او هم واقعا زحمت کشیده در کنار احمد رفعت برای برگزاری این جلسه، و با تشکر ویژه باز هم از حضور بزرگانی همچون خانم کار و مهتدی بسیار گرامی و تمام دوستان منشور مقصودی همه، و نیز از کسانی که پیش از من صحبت کردن و واقعا نکته‌ای نمونده که من اضافه بکنم، من که واقعا لذت بردم، واقعا موافقم و واقعا به نظر من همه اون چی که باید گفته میشد در این سه نطق پیش از من گفته شده در صحبت‌های شهریار راهی. دوگانه ما بین آنارشی و دموکراسی و فرصت و خطری که در بحران کنونی هست، همچنان که آقای مهتدی گفتن، و فرصتی هست که
اگر از این خطر رد بشیم به شکوفایی برسیم، به شکوفایی سیاسی در چارچوب دموکراسی و به شکوفایی اقتصادی و تولید کار و معیشت و رفاه که خاص ملت و حق هم دارن که به ویژه مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم اهواز، کارگران فرودستان و تمام کسانی که حقشون خورده شده، حقشون هست که در کشور خودشون با رفاه و آسایش زندگی بکنن و صحبت‌های بسیار درست و سنجیده عزیز که نمونه خوبی آورد از سوریه که مخالفان در میانه گردباد و طوفان در ترکیه جمع شدن که پیش از آن باید میکردن، خواستن در میانه طوفان انجام بدن و دیر شده بود و گذار از نظام‌های اینچنینی، نظام توتالیتر ایدئولوژیکی که شهریار توضیح داد، به دموکراسی مورد الخواه ما به مهارت‌هایی و داد و ستد دارد که مسئولیتش بر احتمالان سیاسی است، مسئولیتش بر دوش کسی دیگری نیست و این کار باید الان صورت بگیره. آفریقایی‌های ضرور مسئله دارن میگویند نسل خشکه که باید با قایق راندوست شد، موقعی که باران‌های استوایی بیاد و سطح رود بالا بره و به قایق ران نیاز بشه اون موقع دیگه دیره. در نتیجه من صحبت نکات زیادی ندارم، واقعی گفته شد واقعا کامل کامل بود. شهریار عزیز در آغاز صحبتش یک گذری به روسیه زد و منو یاد ضرب المثل انداخت از اونها که میگویند بدبین یه خوشبین مطلع، یعنی پسیمیست یه اپتیمیست که اطلاعات خوبی داره. اطلاعاتی که داریم، شناختی که از ایران داریم، همون فرصت و خطره که عبدالله مطلی بهش اشاره کردن، محسن بهش اشاره کرد و شهریار بهش اشاره کرد. این خطر رو اگر با مدیریت درست برطرف بکنیم،